خب رسیدیم به این عنوان cropping, cambers and rotation، چیزی که چندین بار در موردش صحبت کردیم. اولین نکته این که این عنوان در مورد تصاویری که عکس هستن و فیلم یکی هستش، هیچ تفاوتی نمیکنه شما یه فیلم داشته باشید یا یه عکس، دقیقا برای هر دو مورد یکی هستش. برای دسترسی بهش شما میتونید اینجا cropping, cambers and rotation رو بزنید. این آیکون crop هم باز همین کار رو انجام میده، هر کدومش رو بزنین همین اتفاق میفته. به طور مثال من اگر بخوام اینجا این عکس رو ببرم، میتونم بیام توی crop، این کادر رو مثلا انتخاب بکنم بیارم اینجا و حالا به جای اون کادر قبلی از این کادر استفاده بکنم و دقیقا عکس رو ببرم. یا اگر خواستم میتونم بیام توی fit و دقیقا تمام این عکس رو توی کادرم داشته باشم. اما در مورد این فیت یه نکته دیگه هم هست که شما اگر فیت رو بزنید ممکنه شما ببینید که دور تو دور تصویرتون سیاه بشه. اگر شما تصویرتون نسبتش با کادرتون نخونه، که مال من الان طبیعتاً نمیخونه چون این عکس خیلی طولی هستش و کادر من عرضی، این اتفاق میفته و سیاهی دور تو دور عکس میفته. اگر شما بیاید توی کراپ میبینید که یه الو بلک وجود داره. اگر من اون رو اجازه بدم و بهش بگم که میتونی از سیاهی دور تصویر هم استفاده بکنی، کادر من بزرگتر از خود تصویر عکسم میشه. ولی اگر من بزنم دیس الو بلک، نمیخوام که سیاهی تو تصویرم بیفته، حتما این کادر رو دیگه فقط میتونم اندازه عکسم داشته باشم، چون نمیخوام سیاهی الان توی کادرم دیده بشه. خب من برای این مثال الو بلک رو میزنم و حالا یه مقدار کادر رو کوچیک‌تر میکنم و مثلا ممکنه من بخوام این کادر رو انتخاب بکنم، دان رو من میزنم و خب حالا تصویری که خواهم داشت یک همچین چیزیه. اگر دوست داشتید عکس رو بچرخونید، به طور مثال اگه عکسی که من گرفته بودم نیاز به چرخش داشت، خیلی راحت میتونم از اینجا اینوری یا اینوریش بکنم، چیزی که فکر کنم خیلی واضح باشه. و آخرین عنوان هم که اینجا کمبرز هستش. کمبرز رو چند بار تا حالا ما دیدیم. کمبرز برای زمانی که شما میخواید یه انیمه ساده روی تصویرتون داشته باشید، شما دو تا کادر براش انتخاب میکنید. کادر اول شما که استارت شماست، به طور مثال میتونه اینجا باشه. من باز هم فکر کنم باید بسته تر بکنم کادرمو، البته این بالا یا اینو باید ببرم بالا. دیس الو بلک نمیخوام اصلا سیاهی داشته باشم و حالا میگم شروع این انیمه من از اینجا باشه، از پایین این آرک دو تریامف شروع کن و بیا تا اینجا. اگر شما این آیکون رو هم بزنید برعکس میشه واسه تون اتفاق، یعنی بلافاصله استارت و اند شما عوض میشه. من اینجا میتونم نشونتون بدم این اتفاق رو، دان رو من میزنم الان به طور مثال، یا دوباره میتونم بیام اینجا و بگم که خب حالا از پایین به بالا. این فکر کنم خیلی بهتر شد الان. باز به همین صورت اگر دوست داشتید میتونید اینها رو تغییر بدید، کادرتون رو جابجا بکنید، میتونید اگر خواستید یه زوم هم بکنید همزمان. طبیعتا این کادر بالایی اگر کوچیک‌تر باشه به این معنا خواهد بود که یه زوم کوچیک هم روی تصویر اتفاق خواهد افتاد. شما اگر خود این پلی هم بزنید میتونید بلافاصله اینجا تاثیرش رو ببینید. اگر دوست داشتید میتونید همین افکت رو اوکی بکنید و من دان رو میزنم. حالا اینجا میتونیم با هم ببینیم. و خب الان این افکتی که اینجا هستش من اوکی هستم باش و فکر کنم دیگه برای این عکس کافی باشه. همونطور که گفتم خدمتتون، میتونید از این توی تمام تصاویری که دارید از همین تکنیک استفاده بکنید.